اگه میخواید تو شرکت سامسونگ کارآموزی کنی، اونم با پرداخت حقوق و مزایا، این ویدیو برای توه. با عرض سلام و احترام خدمت فالوور از مجموع بورس پلاس، ما برگشتیم با یک کارآموزی خیلی خیلی خفنه دیگه. خیلی از شما عزیزان تقاضا داشتین کارآموزی دیگه بذاریم و از شرکت های معروف، که ما این دفعه رفتیم سراغ شرکت سامسونگ و کارآموزی های شرکت سامسونگ رو میخوایم بهتون معرفی کنیم. خب مقالش رو تو سایت زدیم، لینکش هم این بالا هست، ولی با این حال حتما لینکش تو کپشن میذارم، بیاین داخل سایت رو بخونید. و خب کارآموزی شرکت سامسونگ هستش، هر ساله و همه ساله هست، ولی ما فعلا اطلاعیه 2022 شو گذاشتیم. پرداخت حقوق مزایا داره. خب راجع به شرکت سامسونگ سری توضیحاتی دادیم که حالا خودتون حتما بیاین مطالعه بکنید، ما وقت ویدیو رو نمیگیریم. مهلت تقاضا برای این کارآموزی ها ددلاین زمانی مشخصی ندارن که ما بگیم مثلا تا 20 ژوئن تا 20 فوریه، نه، هر کارآموزی یک ددلاین زمانی خاص خودشو داره و باید برید داخل اون کارآموزی ببینید ددلاین زمانیش چیه. حالا ما اطلاعاتشو میریم جلوتر بررسی میکنیم. افراد از مقطع کارشناسی به بالاتر، این چون مدرک کارشناسی بالاتر داشته باشیم که برای کارآموزی ها تقاضا بده. تو چه حوزه‌ای هست؟ چیزی که خودشون گفته، تو حوزه فروش، بازاریابی، تامین مالی، مدیریت تولید، تجربه مشتری، CSR، منابع انسانی، بخش فنی مهندسی و که برنامه‌نویسی نه هستش و بخش‌های بسیار گسترده‌ای که اونم میریم باز می‌خونیم. حقوق و مزایا بهتون میپردازه، اونم بریم تو سایت خودشون بیشتر بررسی میکنیم. و دانشجویان با هر ملتی با هر جنسیتی میتونید تقاضا بدن برای این دوره ها. سابقه کار میگه که باید داشته باشیم به طور جنرال، حالا باز میریم برای هر پوزیشنی که شرط اختصاصی میخواد اونجا باید بریم بررسی بکنیم، چک بکنیم. این حالت کلیشه که گفتن دوستان. تجربه کار با نفس آفیس و مصاحبه هم حتما داره. مدارک معمولی میخواد تو یه رزومه میخواد، حالا اگه مرحله بعدی برین ریزنمرات تحصیلی یا احتمالاً مدارک تحصیلتون هم بخواد و تکمیل اپلیکیشن فرم. خب بعد بریم داخل سایت خود شرکت سامسونگ ببینیم قضیه چیه، اصلا راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. خب ببینید شرکت، سایت شرکت سامسونگ، samsung.com، اینم قسمت اینترنشیپس است و حالا من تصویر خودم بیارم این ور که شما راحت تر بتونید ببینید. خب اینجا توضیحات دادن و گفتم رو آینده شما سرمایه‌گذاری میکنیم، اینجا گفته که مثلا ما چه کارهایی میکنیم و به حالا چیزهای دیگه گفته که مثلا شما بیاین تو بخش اینترنشیپ ما چه مزایایی میگیرین، تو در واقع ایونت های اجتماعی قرار میگیرین، کارآموزی داوطلبانه انجام میدین، تعطیلات میرین جای خفن، در واقع افته مثلا جمعتون فلکسیبل آزاده، سامسونگ گجت بهتون احتمال نرم افزار از اپلیکیشن در واقع گوشی موبایل یا در واقع ساخت نرم افزار تکنولوژی خود سامسونگ رو میدن، تبلت و اینجور چیزا، ولی خب دقیق نگفته، گفته سامسونگ گجتس. و نوشته که میت اور اینترنز، اینها افرادی هستن که اینترنشیپیشون یا هم کارآموزیشون رو اینجا گذروندن. مثلا ایشون سال 2019 تو قسمت دیجیتال مارکتینگ، ایشون 2018 تو هوم انترتینمنت مارکتینگ، ایشون 2017 کریتیو مارکتینگ گذروندن، ایشون 2019 نتورکس. و اطلاعاتشون رو میبینید که اینجا گذاشتن. و MBA Leadership Development، رئیس و یا همون در واقع مدیر بخش MBA ایشون. و سوالات متداول راجع به اینترنشیپ ها رو جواب دادن که آیا پرداختی دارید؟ نوشته بله ما پرداخت داریم، بهتون حقوق میپردازیم و من حالا میتونم اپلای کنم اپلای نکنم. سوالا رو بیان حتما بخونید. و حالا ما میریم بخش های بعدش. خب اینجا قسمت اینترنشیپ بود، اکسپلور اوپن رولز رو ما بزنیم ببینیم بهمون چه موقعیت های کار رو معرفی میکنه. حالا اینجا اطلاعات رو که خوندین اینجا میزنید، اینجا که وارد بشین میبینید برای شما شرکت مال سامسونگ، آدرسش مال سامسونگ، 1634 تا ریزالت و برنامه در واقع جابز برای شما آورده. حالا نکته ای که هستش، خیلی عزیزان میان جا نگاه میکنن، من تو همه ویدیوها میگم ولی بازم میگم چون همیشه این اشتباهو میکنن و اصلا دقت ندارن بچه ها، میان این بغل در واقع فیلتر بغل نگاه میکنن میگه ای که ایران نداره پس ما ایران کارآموزی ایران نمیتونه، ایرانی ها نمیتونه برای کارآموزی تقاضا بدن. نه دوستان عزیز، به پیر به پیغمبر، اصلا همچین چیزی نیست. این بخشی که شما انتخاب میکنین که حالا اون دوره کارآموزی تو کجا برقرار بشه، برگزار بشه. خب مثلا میگم 981 فرصت کارآموزی شغل تو United States of America داره. شعبات سامسونگ تو این همه کشور پخشه، مثل ایران نیست فقط یه شعبه داشته باشه، تو کل دنیا شعبه داره. و برای
برای حالا مثلا شعبه آمریکاش 981 پوزیشن معرفی کرده، برای هندش 80 تا. و شما مثلا نگاه میکنه با پوزیشن ترکیهش به شما میخوره، پوزیشن آمریکاش به شما میخوره، پوزیشن اتریشش، مصرش، سوئدش، کرهش به شما میخوره، برای اون تقاضا بدین و میره اونجا. ولی ملیت شما ایرانی و مشکل نداره، تقاضا میتونید بدین. این اشتباه رو نکنید و برف دوستان دیدن اشتباه فکر میکنن نکنید. اینم لوکیشناش هست، مثلا میگم سامسونگ حالا آدرس دقیق ترش و اینا رو گذاشته، آدرس داخل شهرشونه اگه به درتون میخوره. و باز کمپانیش که خب زیر مجموعه کمپانی سامسونگ، جاب کاتگوری میتونید دسته‌بندی بکنید، ببینید مثلا شما تو آرندی میخواین کار بکنید، مارکتینگ و اچ آر، این همه جاهای مختلف، و مثلا منظم میخواین کار بکنید، اینترن میخواد باشه، دایرکت میخواد باشه، افیلیت میخواد باشه. حالا شما به عنوان اینترن میخواین کار بکنید، میان اینو تیکشو میزنید و حالا یک دیگه تیکم میزنید اینترن. این اینترن ها رو تیکش رو میزنید، میبینید که برای شما 64 تا ریزالت الان قرار داده. خب یکیش مثلا میبینید تو میلانو ایتالیا، حالا مثلا دوستان ایرانی که تو ایتالیا هستن 5 روز پیش پوزیشن براشون باز شده که آقا بیاین تو SCM در واقع اینترنشیپ میلان کار بکنید. این به معنی نیستش فقط خود این ایتالیایی ها میتونن برن تقاضا بدن. حالا ما کلیک میکنیم، باز میکنیم، بریم ببینیم مثلا چی نوشته. میبینید هر پوزیشن اینجوری اومده دسته‌بندی کرده، جاشو گفته، گزینه اپلای داره، خلاصه براتون توضیح داده، وظایفتون و شرایطتون و راجع به اون شرکت توضیح داده و اطلاعات بیشتر. اینا رو باید بخونید و ببینید با توجه به این شرایط شرطش رو دارین تقاضا بدین، مدارک شرطش رو دارین یا نه تقاضا بدین. این ندارین خب گذر می‌کنیم میره بعد. حالا مثلا از خوشمون میاد و می‌خوایم تقاضا بدیم، بعد میگی آقا اگه قبلا تقاضا دادی از اون استفاده کنیم، اگه نه می‌خوایم به صورت خودکار رزومت پر بشه دستی یا با لینکدین اقدام بکنی. یه راهش یه راه، حالا ما فقط حساب کاربری داریم، چه حساب کاربریمون نمیشه. حالا ما می‌زنیم به صورت دستی مثلا می‌خوایم ثبت نام بکنیم، ساده‌ترین نو دیگه ابتدای ترین روش. خب یه فرم برای ما میاره، میگه ما برای شما میخوایم برای این پوزیشن تقاضا بدین. خب چجوری راجع به ما شنیدی؟ حالا ما میگیم مثلا میاد تو فیسبوک شنیدیم بنا. بعد میای با شرکت ما کار کردین؟ خب نه، میگیم نه. بعد میگه کشوری که هستی کجاست؟ ما میگیم ایران. ببینید ایران آورد، به خدا ایران داره. بعد میگه نام فارسی تو بزنین، ضروری نیست ولی نام انگلیسی لاتینتون باید بزنین. حتما مثلا ما میزنیم میلاد، اسم مثلا جلالیان. آدرس اگه خواستید میزنید، اینا اجباری نیستش. بعد تلفنتون انتخاب میکنم، مثلا این موبایل من اینه، شماره مثبت 98 ایران هم آورده، شماره تلفن 921، یه شماره علکی براش میزنیم و میزنیم سیو اند کانتینیو که بره قسمت ما اکسپریانس اینجا میبینید رو برای ما باز بکنه. داره سیو میکنه اطلاعات ما رو. آره رزومه رو ما هنوز نذاشتیم، احتمال زیاد میگه رزومه رو، بله آره اینجا قسمت دوم ما اکسپریانس. خب شما یه سابقه کاری دارین، بعد اینجا بزنین اضافه کنین، ادویکیشن تحصیلاتتون رو بعد اینجا اضافه بکنین، زبانتون رو مثلا ما میزنیم فارسی دیگه، ببینید فارسی هم حتی داره، مثلا میزنیم زبان نیتیو ما هستش، ما زبانمون مثلا تو این حوزه ها خیلی خوبه، فارسی دیگه خفن هستیم. و مهارت هاتون رو اینجا وارد می‌کنین، فایل رزومه‌تون رو می‌زنید. حالا ما یه فایل رزومه علکی می‌زنیم و می‌گیم فایل رزومه من سایتی هم دارید یا در واقع سایت رزومه شخصی دارید، می‌تونید اینجا بزنید و سیو اند کانتینیو می‌زنید و وارد تب و بخش بعدی بشید، والنتری دیسکلوزر. سیو کانتینیو زدیم، تا وقتی این فایل بعد آپدیت بشه یک میگه با اینترنت دیزلی ایران هستیم. حالا ببینیم چی میشه. بعد یه فایل فقط سبک تر میذاشتم تا راحت تر بتونه آپلود بکنه. بله آپلود شد بالاخره. خب یک اطلاعیه میده، میگه آقا شما این شرط قوانین ما رو بپذیرید و مثلا توضیحاتی دادید، بعد مجبورین هم بپذیرید و میپذیرید و میزنید سیو اند کانتینیو. یه ریویو میکنیم، اینا اطلاعات منه، آره درسته، مدونه تایید منه، بله، گزینه سابمیت رو میزنیم و میره و تبریک به شما میگه، میگه آره رفتش دیم. بعد میگه آره مثلا شما در حال بررسی هستش و درخواستتون رو دادین.
حالا مثلا میتونه بزنم آقا درخواست منو پس بده، یا اینکه ببینیم نتیجه چی میشه و بهتون اطلاع بده نتیجه. به همین سادگی، به همین راحتی و واقعا کار سختی به نظر من نیستش. به راحتی میتونید تقاضا بدین، اطلاعاتش هم کامل تو سایتشون گذاشتم. اینجا مال سایت سامسونگ قسمت اینترنشیپ و توضیحات کامل گذاشتم. حالا مثلا بنفیتش رو میتونید مثلا بزنید ببینید چه مزایایی براتون قائل میشن. میبینید که اینجا مثلا گفته که در واقع پزشکی، حالا برنامه های آینده شون چیه و توضیحات دیگه کامل رو دادن. شما اینجا را تو سایت شما میتونید کامل اطلاعات در موردش به دست بیارید و ببینید چی میگن و چه مزایا و چه امکاناتی براتون قائل میشن. و نکته هم بگم که واقعا ما اطلاعات بیشتر از اطلاعات سایت نداریم. این خیلی از سوالایی که میپرسید ما هم نمیدونیم جوابش رو. بعد برید داخل سایت که از اینها انتخاب بکنید، شرط پوزیشن شغلیش رو ببینید که به درد شما میخوره. به اسم مثلا به زبان دیگه کلا نوشته که فقط مثلا اتباع اون زبان، مثلا دیتا ساینس اینترن مثلا تو برزیل. حالا یکی میخواد بره برزیل، میاد اطلاعاتش رو میخونه و صحبت میکنه باش. و همچنین میام شبکه اجتماعی هم دارم، میتونید تو شبکه اجتماعیش بهشون پیام بدین و یا بهشون ایمیل بزنین و باهاشون صحبت بکنین و اطلاعاتشو کامل جا گذاشتم. اما ما بیشتر از این واقعا اطلاع نداریم. ولی با این حال اگه سوالی یا پای براتون باقی مون کامنت بذارین، در واقع حتما به سایتمون سر بزنین، اطلاعاتشون رو بخونین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک رو بزنین، باعث میشه ما ویدیوهای رایگان خیلی بهتر و بیشتری براتون بسازیم و بر دوستانتون حتما بفرستین که استفاده بکنن. با امید موفقیت، خداحافظ.